علی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر با ماست. خانم خامنه، چه اتفاقی داره میفته؟ سلام و عرض ادب. چه اتفاقی که داره میفته باید ببینیم چه شده که تا الان به اینجا رسیده. صنایعی که شبیه صنایع جنگ زده هستند، اما صنعت پالایشگاهی که یکی از کلیدی ترین صنایع در صنعت نفت و گاز هست و آن هم در کشوری مثل ایران که یکی از بزرگترین دارنده های ذخایر نفت و گاز هست، و الان ما می‌بینیم که به دلیل عدم توجه به نوسازی، عدم توجه به ایجاد پالایشگاه‌های جدید و در عین حال مداوم برداشت کردن و عدم صیانت از آنچه که وجود داشته، یه همچین اتفاقی افتاده. من داشتم تاریخ ساخت پالایشگاه‌ها رو می‌خوندم. خیلی عجیبه. ببینید، پالایشگاه آبادان در سال 1291 ساخته شده. پالایشگاه لاوان 1355. نفت اصفهان 1358. یعنی 3 تا 4 تا پالایشگاه اینا در 40 سال اخیر ساختند، آن هم در کشوری که بیشترین منابع نفت و گاز رو داره. یعنی اصلاً هیچ توجهی نکردن، در حالی که همین الان در بخش خبر شما آمده که کشور چین بزرگترین خریدار نفت ایرانه. کشور چین به تازگی 8 میلیارد دلار در کشور برزیل داره سرمایه گذاری میکنه برای صنعت پالایشگاهی. آرامکو در بزرگترین شرکت عربستان داره در چین یکی از بزرگترین پالایشگاه ها رو میسازه. چین، ما اون موقع که میرفتیم و میادین نفتی رو میدیدیم، بارها عنوان میشد که چین با توجه به پالایشگاه های خودش رو داره با توجه به نفت ایران که یک نوع نفت سنگینی هست، بر اساس اون داره پالایشگاه های خودش رو میسازه. در حالی که همین شریک نیامده در ایران اصلا سرمایه گذاری بکنه و این خودش باعث میشه که ایران وقتی میخواد واردات داشته باشه برای بنزین، بره و به سراغ چین رو اولین مقصد خودش بدونه و بتونه از اون خریدش رو انجام بده. یعنی اینجا در اصل همون وابستگی که هست و تمام اینها که الان ما میبینیم در زندگی مردم داره نمود پیدا میکنه، ناشی از همان حکمرانی بد اقتصادی است که اینها به جای اینکه به فکر این باشند رشد اقتصادی داشته باشند، سرمایه جذب بکنند در این صنعت مهم، فقط فرسوده کردن و مستهلک شدن آنچه که ساخته شده و اون تعداد کمی هم که الان هستند و به دلیل مداوم کار کردن با کاهش تولید مواجه شدن، به صورتی که من داشتم آماری رو که نگاه می کردم، همین پالایشگاه آبادان با 68,000 بشکه تولیدش کاهش پیدا کرده، بندرعباس 48,000 بشکه. این یعنی این که دارن مداوم از اینا برداشت می کنن، در صورتی که پالایشگاه، در صورتی که میدان نفتی، تمام اینها نیازمند صیانت هستن، نیازمند بهسازی، نوسازی هستند. و این از کجا باید بیاد؟ باید پول باشه، باید سرمایه باشه. الان وقتی که شما میایید و این شرکت ها و کمپانی های بین المللی رو رزومه هاشون رو میخونید که در زمینه تولید پالایشگاه دارن فعالیت میکنن، میبینید یک در مورد خصوصیات پالایشگاه هایی که دارن با تکنولوژی روز میسازن، یک مواردی رو مینویسن که اصلا توی ایران یعنی یک فانتزیه، یک رویای فانتزیه، و ایران داره همچنان اون بنزینی رو تولید میکنه که ما میبینیم هم خود اون بنزین ماشین خودروهای بیکیفیت رو خرابتر و خرابتر میکنه و همین که جان مردم، زن و بچه مردم رو در خیابان بعد از این که در حال مصرف هست با هوای آلوده، این بلا رو داره سر مردم میاره و جانشون رو به خطر میندازه. حرف از این هستش که این شاید مقدمه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در ایران هم باشه. چقدر این رو درست میبینید؟
ببینید، من به نظر من این من این تعبیر رو میکنم که به مرگ میگیرن که به تب راضی بکنن. الان خیلی از کاربرا، خیلی از روزنامه نگارانی که یک به نوعی نمیتونیم بگیم که خب دارن در ایران در روزنامه هایی کار میکنن که نسبتا دولتی هست، خب ما میشناسیمشون، همه دارن این جو رو به وجود میارن. ما خسته شدیم 20 دقیقه 45 دقیقه در صف ایستادن، بابا این قیمت رو آزاد بکنید، راحتمون بکنید. یعنی ببینید داره اون زمینه رو ایجاد میکنه. حالا اینکه چه موقع بشه، چه مقتضیاتی رو اینها در نظر بگیرن از نظر منافع خودشون و اینکه ببینن کدوم موقع میتونن اون ضربه رو بزنن، این یه مقدار ممکنه زمان ببره. اما قاعدتا مردم خسته شدن در برای اینکه بخوان بنزین بگیرن و اینکه الان این محدودیت رو هم گذاشتن. ببینید این رو نمیتونیم فراموش کنیم، به دلیل نبودن شغل در ایران، به دلیل عدم رشد اقتصادی، خیلی از مردم دارن با کار کردن در تاکسی های اینترنتی، در با مسافر بردن از این طرف شهر به اون طرف شهر، نون به سر سفرهشون میارن، همون سفرهایی که داره هر روز کوچکتر و کوچکتر میشه. و این محدود کردن سهمیه بنزین ضربه مهلکی رو به زندگی اونها، به درآمدهای اونها میزنه و باز هم و باز هم واقعا از نظر معیشت اونها رو دچار مشکل میکنه. ممنونم از شما لیلی خامنه‌ای، روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر.